هزار و یک شب. چون شب 573 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، چون امیر موسی در لوح سیومین نوشته یافت که ای پسر آدم، تو به دوستی دنیا فریفته ای و پروردگار خود را فراموش کرده ای، هر روز از عمر تو روزی می گذرد و تو از جهل خود به آن خوشنودی. ای پسر آدم، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. ای پسر آدم، در برابر رب الارباب مهیای جواب شو، و در پای لوح این ابیات نوشته بودن: ایا قر گشت به کار زمانه، ز مکرش به دل گشتی آگاه یا نه؟ زمانه بسی پند دادت، ولیکن تو در می نیابی زبان زمانه. نگفته است که این خانه بود مر فلان را، به میراث ماند از فلان فلانه. چو خانه بماند و برفتند ایشان، نخواهی تو ماندن همی جاودانه. پس امیر موسی سخت بگریست و به لوح چارمین نزدیک شد. در آنجا نوشته یافت که ای پسر آدم، تا کی پروردگار تو با تو مدارا کند و تو از او غفلت نمایی؟ ای پسر آدم، بدان که مرگ در انتظار تو ایستاده و پای بر دوش تو نهاده. هیچ صبح و شامی نیست که اجل پیش تو نیاید و تو را یادآوری ننماید. از ناگهان رسیدن او بر حذر باش و لقای او را مهیا شو. سخنان من بنیوش که دنیا را ثباتی نیست و او مانند خانه عنکبوت هست و در پای لوح این ابیات نوشته بودند: ای کهن گشته در سرای غرور، خورده بسیار سالیان و شهور، چرخ پیموده بر تو عمر دراز، تو گهی مست خفته گه مخمور، چند رفته از این قصور بلند، بهتر و برتر از تو سوی قبور. شهر گرگان نماند با گرگین، نه نشابور ماند با شاپور. پس امیر موسی بگریست و همه اینها را بنگاشت و از فراز کوه به زیر آمد. چون به لشکریان برسید، آن روز را در فکر حیلتی بودند که چگونه به شهرندر شوند. امیر موسی به طالب ابن سهل گفت: چگونه به شهرندر شویم که عجایب او را نظاره کنیم؟ شاید در آنجا چیزی باشد که به او، به خلیفه تقرب جویی. طالب ابن سهل گفت: ایوه الامیر، نردبانی ساخته به حصار شهر فراز شویم، شاید از درون شهر راهی به دروازه توانیم یافت. امیر موسی گفت: مرا نیز همین خیال به خاطر می گذشت و این رأی صواب است. آنگاه نجاران و حدادان خواسته امر کرد که از چوب نردبانی ساخته با میخهای آهنین استوار کنند. استادان یک ماه نشسته نردبانی ساختند. آنگاه مردان توانا جمع آمده نردبان را بلند کرده به دیوار حصار بگذاشتند، با سر دیوار برابر آمد، گویا که اندازه گرفته و ساخته بودند. پس از آن امیر موسی با مردمان گفت: کیست که از این نردبان بر سر دیوار حصار بالا رود و
به تدبیری به شهرندر شود و ما را به گشودن در آگاه کند. یکی از ایشان گفت: ایها الامیر، من از نردبان بالا روم و به شهرندر شده دروازه شهر بگشایم. امیر آفرین گفت. آن مرد بالا رفته بر دیوار حصار بایستاد و به شهر نظاره کرده دستها برهم زد و به آواز بلند گفت: تو نیکوتری. این بگفت و خود را به شهر بینداخت و استخوان‌های او در هم شکست. امیر گفت: ما که عاقل بودیم چنین کردیم، دیوانگان چون کنند؟ اگر ما لشکریان را بدین سان امر کنیم همگی بمیرند و حاجت خلیفه را نتوانیم برآورد. برخیزید تا از این مکان کوچ کنیم که ما را بدین شهر حاجتی نیست. حاضران گفتند: شاید دیگری از این دلیرتر و پایدارتر باشد. آنگاه یکی دیگر فراز رفته چنان کرد که مرد نخستین کرده بود. پس یکی یک فراز می رفتند و چنان می کردند که پیشینیان کرده بودند، تا اینکه 12 تن از ایشان فراز رفته خود را از حصار قلعه به زیر انداختند. آنگاه شیخ عبدالصمد گفت: جز من کسی شایسته این کار نیست که تجربت آموختگان مانند بی تجربگان نباشند. امیر موسی گفت: ای شیخ این کار مکن، تو بر این حصار بالا رفتن نتوانی و اگر تو بمیری همه ما هلاک خواهیم شد که تو دلیل قوم هستی. شیخ عبدالصمد برخاسته دامن به میان زد و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. پس از آن به نردبان بالا رفت و نام خدا به زبان راند و آیات نجات همی خواند تا اینکه بر سر دیوار حصار برسید. آنگاه 2 دست بر هم زد و چشم در میان شهر بدوخت. لشکریان همگی به یک بار بانگ بر وی زدند و گفتند: ایها شیخ، خود را مینداز و چون این کار مکن که اگر تو خویشتن بیندازی ما هلاک خواهیم شد. پس از آن شیخ بسیار بخندید و دیرگاهی بنشست. نام خدا همی برد و آیات نجات همی خواند تا اینکه برخاسته به آواز بلند ندا در داد که: ایها الامیر، شما را باکی نیست که خدای تعالی کید شیطان را به برکت نامهای خدا از من باز داشت. امیر موسی گفت: ای شیخ چه دیدی؟ شیخ گفت: چون بر سر حصار برسیدم 12 تن کنیزکان ماه روی دیدم. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی. تنظیم مجتبی میرسمیعی.